اینجا تقریبا 70 80 متر طول داره. اینا طور دیزاین شده که امی آبایی که می زیر سنگ فرش از کنکریت نیست، این می باعث از این میشه که با مرور زمان آب نمیگذاره که حرکت کنه، جذب میشه که برای خاطر آبهای سطحی منطقه بسیار مفید می باشه. در این قسمت که ما و شما قرار داریم، سابق رهبرای پیشین هم زندگی میکرد، رهبر میگفتند چرا این منطقه را آباد نمیکردند؟ رهبرای سابق که بود با کلشان در خلطه خود را مینداخت، کلشان دوز بود از اکثر کار میکردن و هر کدام میشد در چور چپالی خود بود. ولی خب مردم طبعا از رهبران چندان خوشنود نبودم، هر کسی که به وطن کار کنه همون رو دوست داره مردم. زمان ما خبر داشتیم این زمین ما زندگی میکردیم، اما قدر او بود که تقریبا این اینجا دمو خانه های این محل منطقه مکمل او پر بود، لب مال او پر میشد، این خانه ها کلشان زیری او سلک میمد، موتر میمد اینجا پول پخش بود، موتر را که از بالا سل میبود که ددمی روی پول بند میشد، سل میبود موتر را سل میبود اونجا ددمی روی پول بند میشد، دنیا را او میگرفتن. دور میریم کس رای ما را نمیگیره. سابق بازسازی نمیشدن کیا معاونت قرار میدن؟ والا او کسایی بود که کلش همین نفع جیب خود میخواست، دیگه در وطن دلسوزی نداشتن. و خصوصا همین قسمت برچی خیلی رهبرای پیشین بود که میگفت ما هواداران دارم، علاقمند دارم، و چرا پیش سرک شما را جور نمیگه؟ قدرت هم داشتن و فقط پیسه ما را کارش از ما یک استفاده خود میکش، دیگه دیسه کار سرک هیچ نمیخواستن. یاد خداوند متعال، سلام وطندارای مهربان، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین، انشالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شود. تشکر از شما وطندارایی که همواره به خاطر تماشا 34 افغانستان و تلویزیون پیام افغانه مشاهده میکنین. ما هم تلاش میکنیم از نقاط مختلف افغانستان و همچنان از نقاط مختلف کابل برنامه داشته باشیم. امروز هم آمدیم به بزرگترین کانال کابل. این کانال در قسمت برچی قرار داره. متاسفانه که سالهای متمادی بود که با فرارسیدن زمستان کانالی که در قسمت جبارخان قرار داره، این قسمت سیلاب زیاد میمد، حتی موترها را با خود میبرد و خیلی وطندارای ما در زمستان آسیب پذیر بود. در این قسمت کنم کانال وجود نداشت و این کانال یک سال پیش کار اینمی کانال آغاز شد و تقریبا 70% پیشرفت کاری داشته و یک قسمت این کانال سنگکاری شده و یک قسمتش هم سیمتوی شده و این قسمت ها سیمتوی میشه و قالب انداخته میشه و سر کانال پوشانده میشه.
و وطندارا ما هم کوشش کنند در قسمت نگهداری ای کانال. ای کانال به دریای کابل وصل میشه و روز شاید باشیم که شاروالی کابل هم اقدام کنه یا به تصویه کنه به دریای کابل انتقالش بده. و این کانال یکی از کانال های حیاتی است و در این قسمت اکثرت خانواده ها فقیر نشین هستند و سابق از طرف زورمانده و رهبرای پیشین موانعیت قرار می گرفت که کانال جور شوه و کار سرک کانال هم جریان داره. باور کنین پیشتر این سرک آنقدر خراب است که حدی ندارم و روز شاید باشیم که کوچه به کوچه دشت برچی کانکریت شوه، قیریزی شوه و یک سرک دیگه جریان پیدا میکنه به افشار دالمان شرک حاجی نبی. و انشاءالله که برنامه که ما تهیه میکنیم مورد پسند شما قرار بگیره و حمایت تشویق شما را ضرورت داریم. دوستا وطندارای مهربان، عرض طول ای کانال هم زیاد است و همچنان کار سرک ای کانال آغاز شده و یک قسمتش مکمل کانکریت شده و کسایی که در اینجا کار میکنه تمامش باشنده های امیج است. هدف این پروژه یک طرف وطندارایی که در قسمت جر جبارخان زندگی میکنند صاحب کار شده به یک مدتی تقریبا یک سال است وطندارای ما صاحب کار شدند، کار میکنند به وطن خود، کار میکنند به منطقه خود و باز هم به وطندارای ما خواستم است که در قسمت نگهداری این کانال خیلی کوشش کنند، این کانال بند نکنند، کثافات خود نندازند. ما هم میریم نظرات وطندارای خود میگیریم. تا آخر برنامه بیننده ما باشیم. هموطنان مهربان، قسمی که شما مشاهده میکنید در کنار ما انجینر صاحب است، بیشترین معلومات کانال جبارخان از انجینر صاحب میگیریم. السلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر، صحتتون خوب؟ دستم خسته نباشید. بخیر باشید سید. مانده کاروبار. حال هستیم سر کل زنده باشید. شما معرفی میکردین نامتون چی است و چقدر وقت میشه که در اینجا کار میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اسم محمد ابراهیم وردگ هستم، پروژیکت منیجر کانال جبارخان شرکت اتحاد کاروان. وردگ صاحب کمی معلومات میدادیم در مورد کانال که کاری کانال چقدر وقت پیش شروع شده بود و چقدر پیشرفت کاری داشتین و فعلا در کجا رسیدین؟ طور که شما در جریان هستین میبینین پروژه ما بسیار به سرعت جریان داره، تقریبا چیزی گم بیش 3 ماه میشه که این پروژه ما شروع شده. دو قسمت داشت که یکیش بخش ستون میسنری یا اونمو بخش سنگکاری بود و یک بخش دیگهش که بخش RCC یا سیخدار کانکریت است. این نو تقریبا یک هفته میشه که آغاز کردیم و کارمو بسیار زیاد به سرعت جریان داره. انشالله ادامه داره که قسمت بخش سنگکاریش خلاص کردیم فعلا که دو قسمت داشت 780 متر در بالا بود که خلاص شده و 70-80 متر که یک پل کلان دیگه پایان است. این خلاص کردیم فعلا کار کانکریت سیخدار شروع کردیم. ما عرض طول چقدر است؟ سکشن های مختلف داره که بخش سنگکاری بالا که 780 متر بود بر کانال تقریبا 1.5 متر و عمقش 2 متر است و طولش 780 متر است. بخش پایان که بر خود کانال که 3.5 متر است ارتفاعش 2.5 متر میاد و این بخش دیگهش کسی RCC است که 2 متر برش است و ارتفاعش تقریبا کت سر و زیرش 3 متر میاد، داخل کانال 2.5 متر است. وطندارایی که در اینجا کار میکنند تمامش باشنده های همیجا است؟ بعضی کسایی که مثلا لیبرای هستن که دو بخش لیبر داریم، یکی لیبرای است که مثلا کارگر ماهر است، یکی غیر ماهر است. ماهر در صورتی که از منطقه پیدا شو میاره میگیریم، غیر ماهر اکثریتش از این منطقه است چون خانهشان نزدیک است، با وقت رسیدگی میکنند تا نصر کارشان. و بعضی کسای دیگه که ایج سهولت ها نیست و مردم های نیستن از دیگه بخش آوردیم. آب کانال کجا میرن؟ آب کانال که اینمی جر جبارخان است که از اونمو منطقه بالا شروع شده، مو آب و سیلاب و این خود جبارخان جرش بسیار آب داره، دمی جر پایانتر طرف دریای کابل گرد میشه. بله، مردم چی کنند؟ مردم بسیار خوش هستند، ولی هر کس باشه خوش میوشه که در ایالا در ای شرایط این الحمدلله کار بسیار خوب کار روان است که بیخی از تصور بالاست که در این منطقه در این
ساحه به این پروژه بزرگی که RCC دو جال بسته میشه و بسیار مصرف بالا کار میشه، این جای افتخار بر مردم هم بر خوشی است، بر ما هم جای افتخار است که ما وطن ما هر کنج کنارش که آباد میشه ما بسیار خوش هستیم، خوش میباشیم و لذت میبریم از کار خود. یکی از بزرگترین کانال های کابل است و سر پوشانده میشین جناب سرکار؟ بله، همین بخش RCC یا سیخدار کانکریت که است که تقریبا 550 متر است که مکمل سرزی پوشانده میشه. خدا نخواسته نشه که وطن دارای ما بفته داخلش یا اطفال نوزن. نه سرزی مکمل پوشانده میشه و طرف راست ازی این خانه‌های بازی بر آمده ایده شپه میشه و این طرف سرک جور میشه و سرش مکمل بسته میشه. که شما کار کردین کدام معاونیت قرار خونک رو کسی؟ نه خیر نه، الحمدلله بیخی راحت میاییم، کارش مانعی وجود نداره انشالله که مانع کار ما شده باشه میشه، مردم هم خود دولت هم کاری میکنه کار زودتر خلاص شد. همه قدر بازسازی نمیشد خصوصا کارهای حیاتی صورت نمیگیره. والا این کار دولت هاست دیگه، در او دولت هم کار شده میشد، او پروژه بزرگی بوده شاید که کل افغانستان در بر میگرفته، دیگه هر دولت هر حکومتی که میه از خود پالیسی داره کار میکنه با اندازه توان خود کار میکنه، چون فعلا همی شرایط افغانستان تر است که در رسمیت هم شناخته نشده، باز هم این کارا که میشه از خود شاروالی محترم که از عایدات خود چی میکنه سپورت میکنه اینی کانال ها و اینی بخش های پروژه های خود بزرگ که پیش میبره، یا جای شکر است که بیخی توقف نیسته. گفتین آبی میره دریای کابل و آبی میشه تصفیه شوه؟ بخش قبل از این بخش RCC و کانال پیشتر که برتان یادآوری کردم که 1.5 متر برش است و پایان که اینجا تقریبا 70-80 متر طول داره، این طور دیزاین شده که امی آبایی که می از زیر سنگ فرش از کانکریت نیست، اینمی باعث از این میشه که با مرور زمان آب نمیگذاره که حرکت کنه، جذب میشه که برای خاطر آبهای سطحی منطقه بسیار مفید میباشه. چقدر مشکلات وطن دارای ما حل میشه؟ پیشتر هم یک قسم حالت بود اینجا نرسه، باور کنین که موتر بسیار با مشکل رفت آمد و خیلی وطن دارای ما رفت آمد و مشکل می کردن. حالا چقدر مشکلات وطن دارای ما حل میشه؟ مشکلات از یا 100% حل میشن، در خانه هایی که موتر نمیره فعلا موتر میره و کانال بالا را که ما جور کردیم حتی بسیار از دور فاصله اگر کس مریض می داشت هیچ کوچه هیچ راهی نبود که یابره، ما طور دیزاین کردیم چرا کانال کار خود انجام دادیم که هم به مردم کانال جور شوه هم یک راه رفت آمد بر موترشان بر سهولت برشان ایجاد شد، بسیار کل بزرگترین سهولت است. نمیال شما بالا منطقه رو میبینید، این منطقه رو شما دیده بودین که بسیار وضعیت خراب بود، موترا بخیر رفتن نمیتون، غیر موترای کمکدار میامد دیگه نمیامد، حالا همین کانال به خیر خلاص شد و این طرف سرک شام جور کنیم، اما بخشترین موتر که به اینجا بسیار به راحتی هر کس خانه خود موتر می داشته باشه. آرزوی چی است؟ آرزوی آبادی افغانستان، آرامش، صلح، سرتاسری در هم افغانستان که هر طرف دری کس مانع نباشه و اینما تو پروژه بزرگ جریان داشته باشه. ما انجینرها خود خاصیت ماست که وقتی که کار میکنیم بسیار لذت میبریم، هر چقدر مانده باشیم هر چقدر کار داشته باشیم ما خود لذت میبریم از آبادی خود. بله بخیر باشید، شکر. السلام علیکم. سلام علیکم، خوب است؟ الله بخیر. خسته نباشین، سلامت باشین، جور هستین؟ صحتمند الحمدلله. میشه خدا معرفی میکردین نامتون چی است؟ اینجا چی میکردین؟ غلام عباس حسینی هستم، اینجا پیشتر خانه از ما سنده بغل. این مبارک باشه، پولتون هم ساخته میشه و همچنان کار کانال جریان دارد. سابق حالت همین منطقه چگونه بود؟ سابق حالت از این منطقه اتحال بود که بیخی رسوا بود، اتحال بود که بیخی از حد اندازه تیر، یک رقم چتلی و مرداری بود که از حد اندازه تیر خیلی زیاد. در این قسمت که ما شما قرار داریم سابق رهبرای پیشین هم زندگی میکرد، رهبر میگفتند، چرا این منطقه را آباد نمیکردن؟ رهبرای سابق که بود و کلشان در خلطه خودان مینداخت، کلشان دوز بود از اکثر کار میکردن و هر کدامیشون در چور چپالی خود بود. و پیشتر هم کار فعلا جریان نداره نه؟ اون منطقه چی حال است اونجا؟ چقدر آب جمع شده؟ حتما این منطقه هم رقم بود زمان ما خبر داشتیم این زمین ما زندگی میکردیم، اون قدر آب بود که تقریبا اینجا دمو خانه این محل منطقه مکمل آب پر بود، لب مال آب پر میشد، این خانه کلشون زیر آب سلک میمد، موتر میمد اینجا پول پخش بود، موتر را که از بالا سل میبرد که ددم روی پول بند میشد، سل میبرد موتر، سل میبرد اونجا ددم روی پول بند میشد، دنیا راو میگرفت، پشمان میشد دنیا، این خانه رو چیزی که بود زیر آب میشد. این امارت بزرگترین خدمت به این مردم واقعا که خیلی خدمت کرد. ما از امارت اسلامی خیلی راضی هستیم، خوشحال هستیم. چی کنه دیگه امارت؟ دیگه امارت ماشاءالله واقعا
ما که والا همه قدر دیدیم بود سین سال میشده ما دمیجا سال ما ندوزید دیدیم نه کدام چیز میزدیدیم خیلی خوشحال هم هستم و انشالله کاری کانال تکمیل شد و همچنان کار سرک چقدر مشکلات شما حل میشه بخیر؟ بیخی 100% این سرک نقاش هم که بیخی 100% برمید سرک نقاش هم که انشالله توکل به خدا میگه که میگه نقشه میگه نقشه نقاشه میگه میگه چقدر خوب میگه دیگه سرک 30 متره و 40 متره شوه دیگه نقاشه ها ها با دیگه یک سرک دیگه که کشیده شده نقاش و اونمو سرک مستقیم هم میگه میخوره نمیجا نمیجا سا باز میره طرف تپه جنبش روشنایی تو رو میره در شرک آج نبی چقدر خوب میشه والا یکی از سرک های القوی کابل هست اونم سرک هست که از چهارای قنبر مستقیم خورده در نقاش از نقاش میره در شرک آج نبی این منطقه سالها بود فراموش شده بود یعنی مال مکمل کل جای جور شده فقط سر داشای جبارخان مکمل خراب است کنال الحمدلله مراد اسلامی اقدام کردن جر جبارخان رو جور کرد رئیس یکی جور شد دیگه انشالله نقاش هم که بعد دیگه سرگ نقاش اونو به کلی کار حل میشه انشالله باز چقدر مردم خوشحال است شما خوشحال هستید بعد از چند سال شاهد هستید تقریبا یک سی... اندازه تر این حال الحمدلله این کار رو جریان داره کل دیگه خوشحال هستن مردم آرزوی چی هست؟ آرزوی از ما از ایست که یک امنیت آرامی یک کار بار در مردم مردم از یک سر دیده که از بیکاری اینجا کلی کشان در سیل آمده یک کار بار که شروع شده دیگه هیچ مشکل هست همینجا زیاد تطبیق شد و مردم هم صاحب کار کلی که صاحب کار میشه انشالله آیمی ساخت ساز از دیگه یک حداقل یک مقدار وطندارای ما صاحب کار میشن دیگه 100% ما اما لیوان الحمدلله این محل منطقه از هر کوچه یک ما یک مثال هر نفر از هر خانه یک ما ده کار میگیره دمی کوچه کار این دمی کوچه رو کار میکنه ده جر مردم ها کلشان ده کار هست میجه بخیر باشه موفق باشی تشکر الله السلام علیکم سلام علیکم خسته نباشین شما هم خسته نباشین دور هستین صدمن سلامتی خدا معرفی میکردین نامتون چی است اینجا چی میکردین اینجا خوب بالاتر خانه ما است نام میواز است ام مردم هم محل است خانه ما اینجا است بسیار خوب اینا مبارک باشه کار سرکتان و همچنان کار کانال جریان دارد چقدر خوب شد بسیار خوب شد برای کل مردم سهولت هستی یک تعداد مردمی که زیرا تیرویر میشه کلی دعاگوی همی سرک است که میکسی ساخته چقدر آب جمع میشه اینجا آب خوب به کلی زیاد است اینا مالی همون سای که آب بونه نزدیک است به کانال بره دیگه آب طبعا اگر راش جور شد و کلی مردم راحت میشه روز به روز بهتر میشه حتی میگه اینجا موترها را سیل می برد خانه ها را راست است؟ او سابق خب بسیار رو می آمد دیگه حالی یکی خو رحمت الهی است برف باران نیست اگه برف باران باشه طبعا او داره اینجا و خوستن این همی کانال که جور میشه دیگه سیلاب گم میشه دیگه بخیر بیاد دیگه توکل به خدا چیزی که خدا بخواه همون میشه دیگه ایواز جان چرا سابق همه قدر بازسازی نمیشد کیا موانعیت قرار میداد و خصوصا در این قسمت خیلی رهبرای پیشین بود خود رهبر هم میگفتن ولی خب مردم طبعا از رهبران چندان خوشنود نبودم هر کسی که به وطن کار کنه امور دوست داره مردم و خصوصا اینه امارات اسلامی افغانستان اینمی اقدام انجام داد که و خصوصا سرک نقاش و همچنان کانال جبارخان و این قسمت 20 سال شده بود فراموش شده بود خب مردم از امارات بسیار فعلا خوشبین است که خوب کار کرده کارشان طبعا مردم برش بسیار دوستمند است دیگه خدای رو بخواد که به افغانستان از این بیشتر کار شوه ایواز جان اگر همین رقم بازسازی 10 سال دیگه ادامه پیدا کنه کابل چگونه پایتخت میشه کابل فرد فرد کوچش جور میشه اگر مردم به وطن خدمت کنه هیچ چیز ناجور نمیمونه یعنی ما شما هستیم که وطن جور میکنیم بله بله اگر بیگانه جور میکرد 20 سال و 30 سال و 40 سال جور میکرد خب به وطن هر کس که دلسوز باشه بسیار زود جور میشه چند سال هست نیواز جان؟ خودم 45 ساله 45 سال دمی 45 سال آرزوی تو چی بود؟ آرزوی می نمیست که امنیت باشه به افغانستان مردم سرفراز باشه آرام باشه بشه بخیر باشه زنده باشی سلامت باشی سرفراز باشی چاشت اگه میمانی من میشی بیا که بریم خدا خوشحال شدیم وطندارای مهربان قسمه که شما مشاهده کردید نظرات وطندارای خودم گرفتیم ما هم ناگزیر هستیم خدافظی کنیم این بود داشتین برنامه تا برنامه های دیگر تا دیدار دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم شب و روزتان خوش الان یادار شما